سلام توی پلاسیا، سپر هستم. داریم میریم یه جایی که خیلی خره. با ما همراه باشید، دوستتون دارم. سلام احمد رضا، چطوری؟ حال خوبه؟ خسته نباشی، قربونت برم. دوستان، اینجا همون جاییه که گفتم خیلی خره. صاحب این همه خر کسی نیست جز احمد رضای عزیز. من احمد رضا شرکن هستم، متولد 81. آی گاز نگیر، گاز نگیر. تقریبا حدود 5 ساله که با این الاغا سر و کله میزنم. فرق بین خر و الاغ چیه؟ خرا میشن نرا، ماده هاش میشن الاغ، مثل مرغ و خروس. این ایده خودم بوده، چون الاغ خب بالاخره یه سری خصوصیات داشته و من نمیدونستم. تحقیق کردم، خب تو اینترنت خیلی سرچ کردم راجع بهش، مقالات خارجی ها چند تا شد ترجمه کردم، فهمیدم که این حیوان به قولی یه سری خاصیت ها نکنه داره منو گاز میگیره، یه سری خاصیت ها و ویژگی ها داره که میشه روی اون خاصیت ها و ویژگی ها سرمایه گذاری کرد، یک کسب و کاری رو انداخت و کارآفرینی کرد. شیر و الاغ یکی از محصولات درمانی محسوب میشه، محصولات آرایشی داره. تو مصر باستان از شیرش به عنوان برای زیبایی استفاده میکردن. یه شیریه که مناسبه برای کسایی که سرطان دارن، چون هم تقویتشون میکنه به خاطر مواد مغذی که داخل اون شیره و با سلولای سرطانی مبارزه میکنه. این هم از لحاظ علمی ثابت شده است و نزدیکترین شیر به شیر انسانه. خب اگه بری خواستگاری بگن شغل چی میگی؟ میگم خرپرپرم. میگم سلطان خرم. من دوست دارم یه روز بشم بزرگترین مزرعه دار کل دنیا و هر کسی که میخواد یه روزی، یعنی از خواب بیدار میشه، یه لیوان شیر الاغ بخوره. 8 می روز جهانی خرم. بله دقیقاً روزی که ما جشن میگیریم. راست بگو اینا، جشن براشون میگیریم. بله. احمد رضا جان گاز میگیرم. آره منو گاز نگی. آی یه نظر چنش کنیم. اما من دوستان یه این گاز ها برام بر اینقدر منو گاز نگیری نکن. ای وای بابا نکن این تن به قلال هم چه پتر بزن، یه دونه بزن تو. نه یه قصد بزن. به به یکی دیگه. دوستان به روایت تصویر خرقلت که میگن اینه، این ضد آفتابشه، ضد آفتاب شیر الاغه. بعد این روغن الاغه، الان هوا گرمه مایش. این برای کمردرد، زانودرد، کتفدرد، بیشتر دردهای مفصلی استفاده میشه، قابل خوردن هستش، برای زخم معده مناسبه. این آبرسانه بله، معروف به کرم الاغ، کرم شیر الاغ که میگن، بیشتر این کرم. خب یه سوال دیگه جه. پس ما باید اینجا بیایم بگیم که شیر الاغ، نگیم شیر خر. درسته ده. چون الاغ یه خر ماده میشه دیگه. نه الاغ تو این حیوان میشه الاغ میشه ماده، خر میشه نر. پس ما اینجا باید بگیم شیر الاغ. شیر الاغ اینا چی میخورن؟ تو زمستون میشه کای نشکر. کای نشکر. بعد تو تابستون برای اینکه شیرشون زیاد بشه، تخم پنبه، سبوس. یه الاغ چند تا کره به دنیا میاره؟ میانگینش معمولا یه دونه است. تقریبا دوره حاملگیش هم دقیقاً تقریبا نه دیگه 12 ماهه. برای ما از خرواش ذره توضیح بده. این خرواش یعنی چی؟ چی شد که معروف شد؟ اینجا ما یه نکته خیلی مهمی که خیلی رعایت می‌کنیم، بهداشت حیوان است. مثلا یه نمونهش رو بخوام بهتون بگم، شیر الاغ نباید جوشیده بشه. اگر شیر الاغ بجوشه درجا خراب میشه. به خاطر این ما هر هفته هفته یا دو هفته دامپزشک میاد از همه حیوانات نمونه گیری میکنه، خون گیری میکنه که یه موقع هیچ حیوانی مریض نباشه. توی یه بحث دیگه‌اش بهداشت خود حیوانه. مثلا اینجا سمای حیوانات بلند میشه، باید کوتاه بشه، بدن حیوانات باید شستشو بشه. الان مثلا یک نفر به شما زنگ بزنه بگه آقا من خرم میخوام بشورمش، درست. شما این کار انجام میدید؟ ما چون حامی حقوق حیواناتیم، هر کسی که بخواد الاغش رو بشوره ما اینجا براش میشوریم. با هزینه یا بی هزینه؟ کاملا رایگان.
راجع به انبرنسا یه توضیح به من بده. حتی من شنیدم که انقدر این خوبه و کمیابه یه جاهایی فیکشو میفروشن. انبرنسای الاغ باید حتما باشه، یعنی پشکل الاغ، یه موقع پشکل خر نباشه، چون خاصیتش به این الاغ بودنشه. پشکل اسب و الاغ یا خر یکیه، یه شکله. خب اینجوری مزرعه الاغ مثل ما کمه و تقاضا برای پشکل زیاده و اینکه بخواید تو بازار پخش بشم خب سخته. برای سینوزیت خوبه، برای ضد عفونی کردن محیط خوبه، برای ضد عفونی کردن زخم خوبه. تا حالا خاصه عجیب غریب از این مجموعه داشتن؟ تا دلت بخواد. ما اینجا انگار لوازم یدکی الاغ داریم. یکی دو توشو برای من مثال. یکی مثلا میاد میگه آقا من سومشو میخوام، یکی میاد میگه آقا من ادرار الاغ میخوام، یکی میاد میگه من دندون الاغ نیاز دارم، یکی شده میاد به من میگن جیگر الاغ رو مثلا میخوایم بگیریم کباب کنیم بخوریم برای یه سری بیماری. همیشه تو فیلم ها این شیردوشی رو میدیدم، خیلی دوست داشتم، یعنی همیشه آرزوم بود یه روز از نزدیک شیردوشی رو ببینم. لطف کنی به ما اون بخش شیردوشیتون رو نشون بدید. حتما. الان اینا قلقت نمیزنن که سفارش چقدر داری امروز؟ برای من توضیح بده که راهش، روشش به چه صورته؟ ببین، الاغ باید با دست دوشیده بشه چون خیلی حساس پسینش، بخاطر حتما باید با دست دوشیده بشه و چون شیرش همه نباید از دستگاه استفاده شه. آفرین. حالا بریم که کامل بریم که من یه آفرین. خیلی خوب. ببین از اینجا از بالا به پایین پستون رو نمیکشی، اذیت نشه حیوان. خب قشنگ تو دست جمع کنی، تخلیه میکنی. آه خب باشه باشه. اینو بگم دستم؟ اینو میتونی بگی دستم، میتونی من نگم. بسم الله الهی. رک کرده این، رک کرده. رک کرده یعنی چیکار کرده؟ یعنی شیرشو ول کرده. الاغ شیرشو یه ذره میکشه بالا. خب الان به ما یعنی حال داده که ول کرده. باریکالله. من امروز فهمیدم که الاغا هم مثل گاوها به رنگ لباس حساسن. قرمز پوشیده بودیم دیدیم چه آره، یه مقدار اذیت میکردن، نمیذاشتن ما شیرشونو بدوشیم. اونا که اینجوری 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 میگیرن اون چه فیلماست؟ آها اون همون تو هم فیلماست. مادر بزرگاش تو تلویزیون دیدی چه جوری میگیرن؟ اینجوری میدوشن. چه جوری؟ آها چرا تون تون سری حیوان چون رگ میکنه شیرو ولکه میکنه سری میدوشن که زود، یعنی بکشه بالا دیگه شیر بهتون نمیده. آها خب یه بار دیگه من تست کنم ببینم. دوتایی نمیشه؟ نه دوتایی نمیشه، تکی تکی. من نمیتونم، من نمیتونم. زحمت کشیده شده دوستان برای گرفتن همین مقدار شیر. ما الان یک ساعت داریم زحمت میکشیم. شیر اولا لاکچری ترین شیر دنیا و جایگزین شیر مادر. خیلی خوبه. احمد رضا خیلی خوشحال شدم، امیدوارم که اتفاقای خوبی برات بیفته و دوباره ببینم. خدا حافظ. خانم الاغ خدا نگهدار. آقا خره خیلی ممنونم. خب دوستان امروز فهمیدیم که این موجودات زیبا چه فواید و چه ویژگی خوبی دارن. دوستتون داریم، در پناه حق باشید.